مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. خیلی از حیوانات نیاز به خواب دارن. حتی عروس دریایی که مغز نداره وارد حالتهای مشابه خواب میشه که در اون ضربان بدنش کم میشه و به غذا و حرکت آهسته تر پاسخ میده. ولی همه تهدیدات و مطالبات دنیای جانوری در موقع خواب از بین نمیره. به همین خاطر گروهی از پرندگان و پستانداران درجاتی از خواب نامتقارن رو تجربه میکنن. یعنی بخش‌های از مغز خوابن و نواحی دیگه فعال‌ترن و این حتی در مورد انسان هم صدق می‌کنه. به این ترتیب مغز همه مهره‌داران دو نیم کره داره، راست و چپ. فعالیت مغز در طول خواب معمولاً در هر دو نیم کره مشابهه، ولی در خواب نامتقارن یک نیم کره در خواب عمیقه، در حالی که اون یک نیم کره خوابش سطحی‌تره. و در حالت شدیدش که بهش میگن خواب تک نیم کره‌ای، یک نیم کره ممکنه کاملا بیدار باشه در حالی که نیم کره دیگه در خواب عمیقه. دلفین پوزه بطری رو در نظر بگیرین. تنفسشون ارادیه و برای هر چند دقیقه که زیر آب هستن باید یک بار به سطح بیان، وگرنه غرق میشن. وقتی نوزاد جدیدی دارن هفته ها بیوقفه شنا میکنن تا نوزاد امن باشه. به همین خاطر خواب تک نیم کره دارن که به نوبت عوض میشه. این اجازه میده به شنا کردن و نفس کشیدن و همزمان چرت زدن ادامه بدن. پستانداران دریایی دیگه هم خواب نامتقارن دارن. خوک دریایی خزدار ممکنه هفته ها در دریا مهاجرت کنه، در حالی که افقی شناور میشه و به خواب تک نیم کره‌ای فرو میره. سوراخ بینی رو بالای سطح میگیره. اون چشمی که بالاست رو میبنده و چشم زیر آب رو باز نگه می‌داره. این کمک می‌کنه نسبت به تهدیدهای اعماق آب هوشیار بمونه. نیازهای مشابه پرندگان رو نیمه بیدار نگه می‌داره. اردکای وحشی گروهی به خواب میرن، ولی اجتناب ناپذیره که بعضیا در محیط و رو به بیرون قرار می‌گیرن. این اردکا بیشتر خواب تک نیم کره‌ای دارن. چشمی که رو به بیرون باز و نیم کره مسئول فعال‌تره. نشون داده شده که پرنده‌های دیگه در پرواز و حین مهاجرت می‌خوابن. پلیکان‌های حاره‌ای در حالی که بی‌توقف برای 10 روز بر فراز اقیانوس پرواز می‌کنن، با یک یا هر دو نیم کره به خواب میرن. این خواب با شناور شدن بر جریان‌های هوایی اتفاق می‌افته و چندین ثانیه طول می‌کشه. ولی باز هم کل مدت این خواب فقط 8% خواب در خشکیه که نشون میده تحمل زیادی به محرومیت از خواب دارن. الان مشخص نیست که خواب تک نیم کره همون فواید خواب هر دو نیم کره رو داشته باشه و انواعش در گونه های دیگه چجوریه. در یک مطالعه خوک های دریای خزدار در طول خواب تک نیم کره مدام تحریک شدن. در فاز استراحت بعد از تحریک تمایل شدیدی به خواب هر دو نیم کره نشون دادن که پیشنهاد میکنه خواب کامل بیشتر خستگی رو در میکنه. در عوض دلفین‌ها حداقل 5 روز با خواب تک نیم کره سطح بالای هوشیاری و آگاهی رو حفظ کردن. با عوض کردن نیم کره ها هر طرف چندین ساعت خواب عمیق در 24 ساعت رو تجربه کرد. شاید به این دلیل که خواب تک نیم کره برای نیازشون کافی بوده. اما انسان چطور؟ تا به حال شده بعد از اولین شب در یک جای جدید خسته و کلافه بیدار بشید؟ احتمالاً بخشی از مغز شما در طول شب خواب نسبی رو تجربه کرده. دهه هاست که دانشمندان میدونن شرکت کنندگان در تحقیقات شب اول در آزمایشگاه رو خیلی بد میخوابن. در واقع مرسومه که داده های اون شب رو در مطالعه شرکت نمیدن. در سال 2016 دانشمندان کشف کردن که اثر شب اول در واقع نوع ظریفی از خواب نامتقارن در انسانه. دیدن در شب اول افراد در نیمکره راست خواب عمیق‌تر و در نیمکره چپ خواب سطحی‌تری دارن. وقتی در معرض صداهای گاه و بیگاه قرار گرفتن، اون نیمکره با خواب سبک افزایش فعالیت بیشتری نشون داد. افراد در شب اول در پاسخ به این صداها بیشتر و سریع‌تر بیدار می‌شدن در مقایسه با خواب عمیق دو نیمکره در شب‌های بعدی.
این مطرح میکنه در انسان هم مانند حیوانات دیگه خواب نامتقارن با هدف گوش به زنگی اتفاق میفته، به ویژه در محیط ناآشنا. پس با اینکه قطعاً اتاق هتل نمیخواد شما رو بخوره و شما مثل پرنده ها با توقف حرکت از آسمون نمیافتین و نمیمیرین، مغز شما محض احتیاط نگهبانی میده.